بیم نمودن مسلمانان از گوشت خوک. سوال: یکی از همسنیفانم که مسیحی است در پرورش خوک کار میکند. او به من گفت که گوشت و استخوان خوک در ترکیب محصولات بعضی حنوت‌هایی که به مسلمانان فروخته میشوند وجود دارد، ولی در آن نوشته میشود که در ترکیب آن گوشت گاو وجود دارد. آیا بر من واجب است که به برادران مسلمانی که این محصولات را میفروشند خبر بدهم تا که فوراً از فروش این محصولات دست بکشند؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار. هرگاه آن را خود و یا با شهادت شخصانی با اعتماد تأکید کنی، پس باید مسلمانان را از این غذاها برحذر نمایی، زیرا الله سبحانه و تعالی فرموده است: و همدیگر را در نیکوکاری و پرهیزگاری کمک کنید و همدیگر را در گناه و تجاوز کمک نکنید و از الله بترسید، هر آینه الله سخت کیفر است. سوره مائده آیه 2. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: دین نصیحت است. گفتیم: برای کی؟ فرمودند: برای الله، برای کتاب او، برای پیامبر او، برای پیشوایان مسلمانان و برای عامه آنها. حدیث با روایت امام مسلم. اولا تاجران مسلمان را که این غذاها را می فروشند بیم نما، اگر نپذیرفتند پس همه مسلمانان را بیم نمایی. برای جایز نیست که امری را که درستی آن را خود نمی دانی پهن نمایی، و این کارت مسلمان را بر زیان مالی گرفتار می کنی و یا مردم را در شک و شبهه در دین قرار می دهی. الله تعالی داناتر است.